سلام و درود خدمت شما عزیزان همراه با رسانه موزیکلند. من علی حسین پورم و خیلی خوشحالیم که توی این برنامه با ما همراهیم. همینطور که از روی کاور دیدین، این برنامه در رابطه با برنامه دوویسه که از شبکه MBC پرشیا پخش میشه. The Voice همینطور که اسمش میگه فقط راجب صدا هستش، واسه ایرانی ها اولین باره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، لطفاً برنامه رو لایک بکنید، یه کامنت فینگلیش انگلیسی برامون بذارین، اگر هم تا الان سابسکرایب نکنید سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله کنارش هم فعال بکنین. برنامه The Voice که یک برنامه خیلی جامعه که خیلی از کشورها هم دارن برگزارش میکنن، پارسال خبر از انتشارش توی مارکت ایرانی اومد که شبکه MBC پرشیا قرار بود برگزارش بکنه. توی تزیینه کردن کم نذاشتن، فارغ از اینکه بودجش از کجا تامین شده که من نمیدونم، اما هزینه بسیار خوبی شده برای این برنامه. ما لایق همچین برنامه با کیفیتی هستیم و چقدر خوبه که برنامه‌ای توی این کیفیت و توی این سطح ساخته میشه. در رابطه با داوری‌ها، دوباره همون فرهنگ تعارفی بودن ایرانی‌ها توش هست. یعنی وای چقدر صدای گرم و دلنشینی داشتین، قلب منو تاچ کردین، فلان شد، بهمان شد، ولی به یارو نمیگن آقا مشکلت چیه، نمیگن که تو با ریتم مشکل داری، مشکل خارجخوانی داری، مشکل فالشی داری. اینها رو نمیگن به اون شخص شرکت کننده. میبینیم دیگه خیلی هایی که اومده بودن، الان من نمیخوام توی این برنامه در رابطه با این صحبت بکنم، اما اگر استقبال شما رو دیدیم حتما توی این 6 قسمت اول مقدماتی بهترین اجراها و بدترین اجراها رو براتون گلچین میکنیم و میذاریم. اما یک موضوعی که بود اینه که نمیگن داوره تعارف میکنه. آقا بهش بگو مشکل از کجاست، فارغ از این که داوری هم هست توی این مسابقه که واقعا شاید متوجه نشه که ایراد از کجاست، اون ایراده رو متوجه نمیشه، در نتیجه هیچی هم نمیگه به شرکت کننده. طرف اومده میگه من 28 ساله نمیدونم زحمت کشیدم توی موسیقی، بعد اومد اصلا یه اجرای خدا خورما افتضاح، یک چیزی که اصلا توهین به شعور مخاطبه. با 28 سال رفتی زحمت کشیدی بشه این؟ شما یا نمیدونی 28 سال چقدره، یا نمیدونی تلاش چیه، یا اون مسیری که رفتی کلن اشتباه، بکوب از اول برو دنبالش. اومدم که ثمره تقریبا 28 سال تلاشی که کردم از این صحنه بگیرم و برم. خفای گریه دادم تو این شهر بیپنا. برای همین داور باید یک مقدار جدی‌تر باشه. ببینید یک برنامه رو مثل امریکن گات تالنت رو اگر در نظر بگیریم، یک شخصیتی داره که یکی از بنیانگذارهای این برنامه هم هست، توی نظرهاش هیچ گونه تعارفی با کسی نداره. ماندگارترین چهره این مسابقه هم خود سایمونه. باید یک سری داور وجود داشته باشن که اصلا تعارف نداشته باشن، حرف و رک و پوسکنده بزنین به طرف. کار تیم بوده، موسیقی داری کار میکنی، اشتباه کار کردی، آموزش دیدی، اشتباه آموزش دیدی، این چیزی که داری ارائه میدی مشکل داره. بله میدونم یک برنامه سرگرمیه برای اینه که یک زمانی رو از مخاطب پر بکنه، اما خیلی خوبه که یک بخشایش هم جدی باشه. همونطور که بیژن مرتضوی گفتین، صندلی حرمت داره، مسئولیت داره، ما باید برای گوش مخاطب احترام قائل باشیم. صدا و موزیک سالم به گوش مردم رسیدن یکی از بزرگترین دغدغه های من و همکاران. خیلی ها دایرکت میفرستادین برای ما اجراها رو، شاید بعضی از اجراها رو میفرستادید که اوه نگاه کن ببین چه اجرای داغونیه. عزیزان هر کسی میتونه توی این اجراها شرکت بکنه، مهم اینه که در آینده چه اتفاقی بیفته. کسایی که میرن وارد این مسابقه میشن، جدا از اینکه یک سریاشون کارشون رو بلدن و خوب اجرا میکنن، حالا یا ذاتی یا بر اساس اون چیزی که آموزش دیدن میان و اجراهای خوبی دارن، یک سری ها هستن که میرن خودشون رو محک بزنن. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که واسه یه چی همچین کسایی رو دعوت کردید به این برنامه. محدودیت های قطعا وجود داره برای اینکه مسابقه توی یک کشور دیگه است و تعداد شرکت کننده ها محدودتر نسبت به اینی که توی ایران باشه. خیلی ها توی ایران هستن که نمیتونن شرکت بکنن توی این مسابقه، وگرنه قطعا میتونست لول این برنامه رو ببره بالا. اما اگر کسی هم شرکت میکنه نباید منعش بکنیم،
این برنامه اگر کسی رو به ناحق بخواد معرفی بکنه به عنوان صدای برتر و مثلا داوری که نشسته اونجا به به و چه چه علکی بکنه، اون موقع محکومن بله. اما الان اگر کسی وارد این مسابقه میشه، توی دور مقدماتی میاد اجرا میکنه، خورده نگیریم، هر کسی میتونه شرکت بکنه، من هم میتونم شرکت بکنم، ولی اینکه آیا برم بالا به ناحق یا حذف شم به حق، اون موقع است که عیار اون برنامه رو مشخص میکنه. اگر یک روزی بخواید وارد همچین مسابقه بشید یا یک مسابقه اینچنینی رو بخواستید شرکت بکنید، یادتون باشه آهنگهایی رو انتخاب بکنید که به شخصیت صداتون بیاد. هر صدایی یک شخصیتی داره، یا با پیشینه‌ای که شما از اجرا برای صداتون میسازید اون شخصیت رو به دست میارید، یا اینکه صداتون به مثلا یک کاری میاد یا نمیاد. به طور مثال میگم الان شخصیت صدای همایون شجریان تعریف شده توی اجرای کارهای ایرانی. مثلا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه دفعه همایون شجریان بیاد بخونه جز کدوم قشری ها، نور چشمی ها، درگیر ریشی ها، چه مودی بهش میاد، مامان جون، مشوق، دانشجو، روشنفکر، میدونی اصلا نمیخوره به همایون شجریان. پس این رو در نظر داشته باشید، اگه یک روزی خواستید شرکت بکنید ببینید صداتون به چه کاری میاد و روی چه ملودی هایی میتونه سوار بشه، توی اجرای چه نوع کلامی شما راحت ترید، با احساستر اجرا میکنید، درستتر اجرا میکنید، ادای کلماتتون بهتره. خیلی مهمه یک نفر بره توی این مسابقه شرکت بکنه، بره کار بخونه از سیاوش قمیشی که اصلا صداش و شخصیت صداش هیچ ربطی به سیاوش قمیشی نداشته باشه. ای حیله بی تحمل، ای شکستنی تر از گل. یک موضوعی خیلی برای من مهمه که بگم، ما معمولا وقتی از یکی انتقاد میکنیم، مخصوصا نسل جوانتر که دارن وارد عرصه موسیقی میشن، هوادارانشون اون دفاعی که میخوان از این شخص بکنن میدونید چیه؟ این که شما نمیدونید فلانی چقدر سختی کشیده، چه بدبختی کشیده که به این نقطه رسیده. عزیزانم اگر شما توی زندگیتون سختی نکشیدید، شاید توی ناز و نعمت بزرگ شدید، اما هر کسی به اندازه خودش، به اندازه ظرفیت خودش بدبختی و مشکلات داره. شما توی همین افرادی که اومدن شرکت کردن توی این برنامه نگاه بکنید، فکر میکنم 2 یا 3 نفرشون بودن که از شرایط سخت زندگیشون ناراحت نبودن و سختی هایی رو پشت سر نذاشتن. پس ببینید وقتی یک نفر بد اجرا میکنه، نهید بگید این آدم کلی سختی توی زندگیش کشیده. هر کسی توی زندگیش سختی و بدبختی کشیده. هم منی که روبروتون نشستم، اگر یک روزی سفره دلم رو باز بکنم، حاضرم با هر کسی دوستاش دوئل بکنم. توی بدبختی کشیدم. اگر کسی بد اجرا میکنه بده دیگه، حالا همه مشکلات دارن، ولی قرار نیست که ما بیایم بد اجرا بکنیم بگم خب من گذشته یه تلخی داشتم، الان اگر اشتباه اجرا میکنم فلانی بیجا میکنه در رابطه با من صحبت بکنه. حتما اگر از این برنامه استقبال کردید، توی یک برنامه، توی 2 تا برنامه اجراهای خوب و اجراهای بد رو در کنار همدیگه قرار میدیم. بهترین اجراها و بدترین اجراها رو توی این 6 قسمت اول که مقدماتی بود با همدیگه بررسی میکنیم، و اگر هم دوست داشتید و متوجه شدیم چیزی هست که میتونه به شما اضافه بکنه، نکاتی و یا نظراتی که میتونه براتون مفید باشه، حتما با عوامل رسانه موزیکلند در رابطه باهاشون توی مراحل بعدی صحبت میکنیم. نظراتتون رو برامون بنویسین، همه رو میخونیم و تا جایی که بشه پاسخ میدیم. ارادتمندم، خدا نگهدار.